یک لحظه ای رو که از مشغله های روزمره خلاص شدید، تمام کارهایی که باید انجام میدادید و انجام دادید و آخر شب یکی دو ساعت وقت دارید که به کارهایی که دوست دارید بپردازید. مثلا فرض کنید از قبل برنامه ریزی میکنید که تو این فرصت یه چند لحظه ای چند صفحه از کتابی رو که دوست دارید بخونید، اما درست وقتی سرتون خلوت میشه یک بار یاد مشکلات و سختی ها میافتید، یاد گرفتاری هایی که توی زندگی دارید، یاد آرزوهایی که داشتید، اما دیگه تقریبا مطمئن شدید که هیچ وقت براتون محقق نمیشه. بعید میدونم اگه این فکر را بیاد سراغتون دیگه دل و دماغ خوندن کتاب رو داشته باشید. خاصیت این فکرها اینه که یه دفعه کل ذهنتون رو توی خودش غرق میکنه و این سوال رو براتون پیش میاره که فایده این همه دویدن و نرسیدن چیه؟ این زندگی ماشینی و روزمره چه حاصلی داره برام؟ تلخی این لحظه ها و درگیری ذهنم با این فکرها اونقدر هست که شاید باید به این فکر کنم که چجوری با این افکار منفی سر و کله بزنم و چجوری باهاش مواجه بشم. عصر شیرین امروز از همین لحظه آغاز میشه. سه‌شنبه های ما کنار دکتر جواهری و صحبت در مورد مسائل و مشکلاتی که گاهی ممکنه خیلی کوچیک باشه اما به مرور زمان اثر بزرگی رو توی زندگیمون و روند اتفاقاتمون بذاره. نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه، گاهی درگیر انجام دادن یه کاری میشیم و انقدر درگیر اون کار میشیم، استرس اون کار سایه میندازه روی تمام اتفاقات روزمره ما و کل روز ما رو تحت تأثیر قرار میده. میخوایم با دکتر جواهری در مورد این اتفاق و چی میشه که این اتفاق برای ما و زندگی ما میفته و چه تأثیراتی روی روح و روانمون میذاره صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید. سلام، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. در مورد چی میخوایم صحبت بکنیم؟ خیلی ویژه تر و خاص تر اگه بخوایم بگیم. خیلی کوتاه اگه بخوام بگم، ما در مورد این میخوایم صحبت کنیم که استرس های مزمن هر روز ما، شرایطی که توش هستیم، انرژی منفی هایی که میگیریم، همه اینها باعث میشه که حال ما بد بشه و به خودمون میایم میبینیم حالمون بده و باید یه کارهایی بکنیم که در موردش صحبت کنیم. بسیار عالی. مریم شاهی عزیز سلام، خوش اومدی. سلام فاطمه جان، سلام آقای دکتر، خدا قوت. خیلی خوشحالم که در جمعتون هستم. من هم سلام میکنم خدمت همراهان همیشگی و دوست داشتنی برنامه عصر شیرین. ما امروز طبق روال قبل همچنان پیام های مخاطبین عزیزمون که منتخب کردیم متناسب با صحبت های آقای دکتر و یک تماس تلفنی داریم. بسیار عالی، انشاءالله در فواصل برنامه در ارتباط با شما خواهیم بود. اما دکتر بشنویم، مثلا گفتید استرس، این کلید واژه استرس به نظر من یه جوری گره خورده به زندگی های ما که نمیشه بدون اون تصور واقعیتش کرد. واقعیتش اینه که توی دنیای مدرن منابعی که برای ما تولید فشار روانی و استرس میکنن زیادن. حالا خیلی بخوایم کلی صحبت نکنیم، شما فضای زندگی کردن هر روزه خودمون رو نگاه کنید، ترافیک هست، استرس های کاری هست، استرس های اقتصادی هست، آلودگی هوا هست، خیلی خیلی مشکلات، بعضی موقع مشکلات خانوادگی، مشکلات سر کار، مشکلات بین فردی، یه موقع امکان داره که بیمار بشه. داستان کرونا آروم آروم داریم به یه نوعی ازش عبور میکنیم، اما خیلی از آدم‌ها رو، خیلی‌ها رو درگیر کرده بود. یه واقعیتی که وجود داره اینه که زندگی ما خالی از فشار روانی و خالی از استرس نیست و خیلی مواقع تو زندگی ما اتفاقاتی میفته که اون اتفاقات حالا من نمیدونم از کلمه منفی استفاده کنم، اتفاقاتی که بر ما خوشایند نیست. اون اتفاقات، بچه‌مون مریض میشه، پدرمون مریض میشه، مشکل اقتصادی پیدا میکنیم، یه نفر مشکل نمیدونم ورشکستگی پیدا میکنه، یه نفر یه مشکلی داره نمیتونه حلش کنه، یه نفر به این مشکل تحصیلی میخوره. به هر حال ما درگیری های استرس زا و فشارهای روانی داریم، مخصوصا وقتی که تلفن همراه کنارمونه و هر لحظه هر خبری رو ما میتونیم در همون لحظه بهش دسترسی پیدا کنیم. دقیقاً. حالا خبرها شاید مثلا ما نگیم که هر روز ما یه خبر بد میشنویم، حالا خبر بعد که میشنویم، اما کلا شما نگاه کنید از صبح که از خونه آدم میره بیرون یک سری درگیری هایی هست،
یعنی بعضی از استرس ها رو اگه شما نخواهید درگیرش بشین، باید تو خونه بمونید، هیچ کاری نکنید، همه راه ارتباطی رو هم قطع کنید. به محض اینکه راه ارتباطی باز میشه، به محض اینکه شما پاتون از خونه میذارین بیرون، 1001 اتفاق میتونه بیفته و این اتفاقا به مرور زمان به صورت مزمن و کرونیک میتونه حال ما رو بد کنه. و یه جایی تو زندگی به خودمون بیایم کرونیک یعنی چی دکتر؟ مزمن دیگه. مزمن. یه جایی امکان داره به خودمون بیایم ببینیم وای من چقدر خستم. خسته شدم بابا. از این نگرانی خسته شدم، از این استرس کاری خسته شدم، از این تو ترافیک موندن هر روزم خسته شدم. من خسته شدم. نمیکشم دیگه. دیگه نمیکشم. و ما این جمله‌ای که میگن تموم شدم. ما تموم میشیم. انقدر که این استرس و فشار ما رو اذیت میکنه. به یه کاری باید بکنیم براش. این منفی نگری نیستا. این یه نگاه واقع بینانه است. زندگی ما همراه با فشار و استرس و دلهور است. کلن توی فضای دنیا حرکت کردن توش مریضی داره، بدبیاری داره، هزار تا چیز خوبم داره ها. ولی این چیزا هم داره. اینا امکان داره به صورت مزمن آروم آروم حال ما رو خیلی ببره به سمت منفی شدن. قدیما هم همینجوری بوده آقای دکتر. یه جوری صحبت میکنی انگار مثلا من 95 سالم. چون آخه گفتید زندگی مدرن، میخوام بدونم که با توجه به تحقیقات و مطالعات شما. چون من قدیما زندگی نکردم، حالا خوشبختانه متاسفانه، ولی من فکر میکنم به هر حال زندگی شهری حداقل خیلی همراه خودش یه استرسایی داره که فکر میکنم، حالا نمیدونم واقعا نمیشه بود. معمولا میگن زندگی شهری و اصلا مدرنیته به همراه خودش خیلی چیزا رو تغییر داده، اما واقعیتش اینه که خب من الان که اینجا دارم با شما صحبت میکنم نگران این نیستم که مثلا توی مزرعه یک کشتی انجام دادم و اگه یک برف مثلا خارج از پیش بینی من بباره و محصول من همه دستم میره، این یه استرسیه که یک کشاورزی مثلا شاید در یه زمانی داشته، ولی من الان اون استرس رو ندارم. اما در کنارش من استرسای دیگه دارم که توی زندگی شهری من خیلی زیاده و پدر منو داره در میاره. و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما خیلی آرامششون بیشتر از ماه. بله خیلی موقع ها اینجوریه. نمیتونم حکم کلی کنم، ولی چیزی که الان ما باهاش دست به گریبان هستیم اینه که فشارهای زندگی روزانه اگر حواسمون نباشه ما رو مستهلک و منفی و خسته میکنه. میخوایم یه کاری براش بکنم. سه‌شنبه های عصر شیرین جایی برای حضور بیشتر شما. ما سه‌شنبه ها صدای شما رو در برنامه میشنویم، به دغدغه های شما پاسخ میدیم. همراه ما باشید، به سامانه پیامکیمون پیام بدین، توی فضای مجازی ما رو دنبال بکنید. هر هفته موضوعی که قراره در موردش صحبت بکنیم تو فضای مجازی اطلاع رسانی میشه و همه تلاشمون رو میکنیم که به سوال ها و دغدغه های شما پاسخ بدیم. پس با ما همراه باشید. دکتر فرمودید که فشارهای زندگی روزانه اگر حواسمون نباشه یه جاهایی ما رو مستهلک و خسته و فرسوده میکنه. بله. اینو برامون یه ذره توضیح میدین؟ من فکر میکنم که توی قسمت قبلی تقریبا یه توضیحی دادم که زندگی ما خالی از استرس و فشار نیست. ما مریض میشیم، ما درگیری داریم، ما درگیر کارمون هستیم، درگیر شغلمون هستیم، تو همه اینا میتونه مشکل ایجاد بشه و حال ما رو بد کنه از جنس‌های مختلف و این مشکلات در روی هم تلمبار میشه و ما رو خسته و مستهلک میکنه و حالمون رو بد میکنه. بسیار عالی. ارتباط داشته باشیم با مخاطبینمون، نظر اونها رو بشنویم. مریم جان در خدمتی. بله فاطمه جانم. آقای دکتر، مخاطبی میگن کاش میشد از این حجم فکر و خیال راحت شد. همیشه دوست داشتم بتونم کمتر خیال کنم، کمتر فکر کنم. به نظرم اینطوری بهتر میتونم به روزمرم برسم. ببینید، جواب من به این حرف این خواهد بود، خیلی بخوام اگه خلاصه صحبت کنم، از دست این فکر و خیال راحت شدن تقریبا محاله تا یه حدیش. به هر حال اگه من
مثلا مادرم مریضه درگیر مریضی مادرم هم. به هر حال اگه مثلا اجاره خونم عقب افتاده درگیر اجاره خونم هستم. توی کارم یه مشکلی دارم درگیرشم. کنکور دارم یه هفته دیگه درگیر کنکورم. اگه من بگم که من باید به سمتی حرکت کنی که هیچ فکر اصلا هیچ فکری نکنی و فکر درگیر نباشه، این که به نظر من یه شعاره. خب خیلی به نظر من شدنی نیست. نکته مهم و ظریفی که این وسط هست اینه که خیلی مواقع آدم‌ها باید درگیری فکری برای یه چیزی داشته باشن، اما درگیری‌هاشون افراطیه. اونجا یه مقدار مسئله ایجاد میشه. یعنی من درگیر کنکور هستم، اما اگر قرار 10 تا درگیر کنکوری که داره میاد باشم، 100 تا درگیر کنکورم. تمام فضای ذهنم اشغال شده. این باید درست شد. درست شد؟ بله. هر شب که میخوابم از شدت فکر و خیال و نگرانی برنامه های اجرا نشده روزم تا صبح دچار بیخوابی میشم و من از این اتفاق خیلی کلافم. دوباره خیلی همدلی دارم با این آدمی که درگیر کارهای نکردش هست. کارهای نکرده یک داستان طولانیه. یه قسمت خیلی زیادیش هم مرتبط میشه با بحث اهمالکاری. من فکر میکنم که در آینده به شرط حیات یه مقدار در مورد اهمالکاری با هم صحبت کنیم. اهمالکاری به یه معنا یعنی انجام ندادن کارهایی که من باید انجام بدم و به تعویق انداختن اونها و مواجه شدن با یک کوهی از کارهای انجام داده نشده. یه وقتای لیست می‌نویسیم، خود این لیست بدتر بهمون استرس میده. یعنی می‌خوایم مدیریت بکنیم، مدیریت کردن خودش حال ما رو بد می‌کنه. بله، در موردش حرف می‌زنیم. این چیزیه که در موردش در آینده اگه زنده باشیم صحبت می‌کنیم. بله، دقیقاً. و پیام آخر، وقتی به گذشتم نگاه می‌کنم، می‌بینم خیلی از شکست‌هام ناشی از فکر و خیال‌های زیادی تو زندگیم بوده. جمله خیلی برای من مبهمه. خیلی از شکست هام ناشی از فکر و خیال های زیادی تو زندگیم بوده. آیا این فکر و خیال منظور منفی بافیه؟ منظور کمالگراییه؟ منظور افکار استرابزاست؟ بعد اینا تولید شکست میکنن به چه شکلی؟ یه خود اون رونده مبهمه. من فکر میکنم این جمله باید یه مقدار شفافتر بشه که بشه دقیقا در موردش صحبت کرد. شاید منظورش این بوده که انقدر درگیر فکر و خیالام که فلج شدم، دیگه هیچ کاری نمیتونم انجام بدم. حالا اون کلمه فکر و خیال اگه یه خود بخوایم دقیقتر در موردش صحبت کنیم میشه نگرانی. نگرانی های ما اگر از حدی بیشتر بشوند، سطح استراب برای ما از یه حدی بره بالاتر، ما کلا راندمانمون رو از دست میدیم و حالمون خیلی خراب میشه و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یه واقعیت. حالا اینکه چرا استراب انقدر بالاست باز دوباره جای سواله. مثلا کمالگرایی باعث شده من استرابم انقدر بره بالا، منفی بافیم باعث شده من انقدر استرابم بره بالا. ما در مورد طرحواره‌ها خیلی سال پیش صحبت کردیم، مثلا طرحواره شکست باعث میشه من استرابم انقدر بره بالا. باید یه خود بررسی کرد، خیلی کلیه. معمولا این نوشته هایی که دوستان ما برامون می‌نویسن، من بعد از اینکه میخونم دوست دارم بعدش یه 50 تا سوال بپرسم که مقدار شرایط واضح‌تر شه. ولی بله، نگرانی باعث میشه که من یه جاهایی فلج شم و حرکت نکنم. آقای دکتر، چیکار کنیم وقتی استرس ها انقدر گره خورده به زندگی ما؟ اجازه بدین با دوست عزیزی که قرار صحبت کنیم یکم صحبت کنیم. من فکر میکنم که تا یه حدی جواب این سوال رو بتونیم بدیم، بهش بپردازیم. بسیار عالی. نیست. خوبه. این روزا خیلی تلاش میکنم حالم خوب باشه. پر از تنش به همراه شادی. تنش شاد. من عالی خوبم. من همیشه خوبم. این روزا استرس و نگرانی خاصی ندارین در مورد زندگی؟ الان دارم جهیزیه میخرم و خب تنش این دارم که پول جور کنم، چی بخرم، برای بحث کارم، خب فارغ التحصیل شدم کجا برم سر کار و اینکه درسمو چیکار کنم.
روزانه تنش‌های مختلف واسم پیش میاد دیگه. چند هفته پیش که امتحانا بود، امتحانا تموم شد، الان تو مرحله ریلکسیشن اتفاقاً. بعد دیگه امروز من دادم خرید. فکر کنم منم مثل باقی همسن و سالام دغدغم این باشه که خب تحصیلاتو تموم کردی، بعدش میخوای چیکار کنی؟ بعدش کجای زندگیت واسدادی و برنامه‌ت برای از این به بعد چیه؟ تا حالا شده این جمله رو تجربه کنید که میگیم انگار دارن تو دلم رخت میشورن؟ آره خیلی. اینکه یه دقیقه دیگه قراره دنیا به پایان برسه، همه چیز بده، همه چیز تاریکه و قرار نیست هیچ اتفاق خوبی بیفته. آره حس خوبی نیست. اومن آدم وقتی دلشوره داره یا استرس داره همچین حسی داره. حال خیلی بدیه، فشارم میفته، حالت قش دارم بعضی وقتا، یه حالت استوپ، حالت چیزی که نمیذاره آدم به کارهای طبیعی روزمرهش برسه و همش درگیر اون فکر و اون چیزایی که تو ذهنش هست. این حس و حال و استرستون توی روابطتون با آدم هم تاثیر میذاره؟ آره خب بعضی وقتا ممکنه پرخاش کنم بعد پشیمون میشم از اون پرخاشم، ولی خب این بحث بیشتر پرخاشگری رو دارم. یادم حوصله شنیدن هیچ حرفی رو نداره و صحبت کردن با کسی رو حوصله‌اش رو نداره. خب عموما ناخودآگاه حالا آدم، من که چون خودم بچه دارم سعی می‌کنم این استرس رو انتقال ندم، ولی خب خیلی مواقع پیش میاد که ناخودآگاه آدم چون خیلی ذهنش درگیر این استرس رو به دیگران هم انتقال میده. وقتی که استرس داری یه جوریه که انگار همه اطرافیان مزاحمتن، جلو پاتن، دارن وقتتو بیشتر از قبل میگیرن و زودتر میخوای از شرشون خلاص شی. شاید تا حالا به این فکر کردین که یه کاری بکنین حالتون یه خورده بهتر بشه؟ آره فکر کردم. خیلی آره. من واسه خودم یه چند تا چیز قرار دارم، مثلا یه عطریه که بوش میکنم حالم خوب میشه. من معمولا تو اینجور مواقع پا میشم میرم بیرون قدم میزنم یا کمی ورزش میکنم، کتاب میخونم، یه جوری خودم رو تخلیه میکنم، فکرم رو از اون چیزی که به من و به استرس داده خارج میکنم و میرم توی یه مسیر دیگه. اگه بخواین یه کاری انجام بدین که یه ذره حال و هواتون بهتر بشه، این استرس کمتر بشه، چی کار میکنین؟ این که بخوام حالا برای این استرس میرم مسافرت، مشهد لازم. حالا یا اینکه مثلا با خانواده خودم میرم بیرون یا با دوستام. زمان تایم کاریمو بیشتر میکنم، خرجمو کمتر میکنم، پولمو سیف میکنم که واسه مثلا اون چیزی که میخوام بهش برسم، اون خریدی که میخوام مثلا انجام بدم. سعی میکنم خودمو بهتر کنم، یعنی یه جورایی خودمو توی روابط اجتماعی که دارم غرق کنم تا بلکه یادم بره که چه اتفاقاتی قرار در آینده برام بیفته. چون میگم دغدغه اصلیمون همگی اینه که خب آینده چه جوریه، ولی اگه فکر کنم در حال زندگی کنیم و از حال لذت ببریم این دغدغه یه مقداری کم رنگ تر بشه. بیشتر تلاش میکنم، برای تو کارم تلاش میکنم و اینکه فکر میکنم به دوستام و به خانوادم سر میزنم و ببینم کسی یه کاری چیزی داشته باشه براش انجام بدم. زمانی که کم بیارم خب پدرم هست، با پدرم مشورت میکنم، با خواهرم مشورت میکنم. صحبت میکنیم در مورد استرس هایی که اجتناب ناپذیرن و داریم همفکری میکنیم و از شما یاد میگیریم که باید با اینها چه کار بکنیم. خانم شاهی عزیز هستن دوستان عزیزمون پشت خط. بله ما یه ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم مهدوی. خانم مهدوی عزیز سلام. خانم متولیان و آقای دکتر صداتون رو میشنون. سلام خدمت مجری محترم برنامه و آقای دکتر جواهری، خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. ما خیلی خوشحالیم از این که با شما صحبت میکنیم. قاعدتا این که داریم الان با شما صحبت میکنیم یعنی شما دوست داشتید که در این موضوع کنار ما باشید، احساس کردید شاید یه جایی توی زندگی شما هم یه درگیریایی به وجود اومده که کل آرامشتون رو ازتون گرفته یا بیشتر از اون چیزی که باید درگیرتون کرده. خوشحال میشیم اگر که به اشتراک بذارید با ما و بگید و بشنویم از این حس و حالتون. چشم. من اتفاقا وقتی موضوع برنامه رو دیدم
خیلی فکر کردم و بعد دیدم چقدر مرتبطه با نوع زندگی من، چون من به خاطر هر مشغله کاری که دارم و زمان زیادی که کار میکنم توی هفته، خب خیلی استرابا و استرسای کاری تجربه میکنم. در کنارش استرابای حال زندگی اجتماعی هستش، زندگی خانوادگی هستش. یه جایی احساس کردم که واقعا دیگه نمیتونم، یعنی انگار این استرابا از حد من بیشتره و انگار که خیلی منو منفی نگه داشته. بعد ترجیح دادم که حالا با تو مطرح بکنم و صحبت بکنیم در موردش. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. میتونم یه سوال بپرسم؟ این استراب و استرس کاری که میگید میشه با من خود توضیح بدین چیه؟ خیلی کلی گفتین. ببینین، خب کار من جوریه که من خیلی باید مداوم، اولا که زمانی که باید بیرون از خونه باشم زیاده. میشه با من بگید کارتون چیه؟ اگه البته دوست دارید. بله، روابط عمومی یه شرکت خصوصی هستم، ولی خب چون پیگیری کارها و قرارها و اینا با من هستش، یه مقدار این پاسخگو بودنم برای افراد مختلف استرابم داره بالا، یعنی استراب زیادی برام داره و چون این تو هر روز هفته تکرار میشه، دیگه بعد از یک ماه که واقعا بهش نگاه میکنم میبینم که خیلی زیاده این استراب برای من و انگار که هیچ جای مثبتی نداره این کار برای من. و این استراب تلمبار شده مزمن هر روزه، در نهایت شما چه حسی رو نسبت به حال و هوای اطراف و زندگی خودتون دارین؟ خیلی خستم، یعنی وقتی نگاه میکنم انگار یه بی‌انگیزگی و یه خستگی و یه کلافگی این مدلی رو دارم. خب این دقیقا همون چیزیه که ما داشتیم در موردش صحبت میکردیم، یعنی فشارهای کاری ما، فشارهای روزانه، مسئولیت هایی که ما داریم، انقدر حال ما رو انقدرمون فشاره که حالمون بده. یک لزومنم یه اتفاق بد نیفتاده ها، الان اینجا کسی نمرده، اینجا یه جنگی نشده، بله. ولی این استرس ها رو هم تلمبار میشه، مزمن میشه، زیاد میشه و حال ما رو بد میکنه. همون چیزی که من احساس میکنم که انگار فلج شدم. حتی امکان داره واقعا آدم انقدر خسته بشه که دیگه تکون نتونه بخوره، کلمه که شما استفاده کردید. خب سوال من اینه، شما برای اینکه حالتون رو یکم بهتر کنید، برای حال خوب خودتون چی کار میکنید؟ ببینین آی دکتر، حالا این تا الان خیلی کار خاصی انجام ندادم، در واقع تو هم میگم هیچ کار، خیلی کارهای سطحی، مثلا یه وقتایی که زمان داشتم یه مقدار بیشتر خوابیدم یا مثلا تلویزیون، چیزایی که اصلا عمیق نیستن، حال منو خوب نمیکنن، خیلی مسکن طور عمل کردم و هیچ کاری عملا انجام ندادم برای حال خوبم. نکته خیلی مهم، ما آدم ها خیلی مواقع حالمون بده و برای حال خوب خودمون هیچ کاری نمی کنیم و میدونیم هم که هیچ کاری نمی کنیم و میدونیم هم که حالا مثلا دو دقیقه میشینیم پای تلویزیون یا میخوابیم، اینها هم جنسش جنس مسکنه. ببینید چقدر خوب داره توضیح میده ایشون، اما عملا هم کاری برای حال خوب خودش انجام نمیده. به نظر خیلی عجیب میاد، ولی ما خیلی همون این کار رو میکنیم، بسیار شایع. خانم مهدوی یه سوال. ببینید بحث من با شما خیلی بحث ساده ایه، خیلی هم بحث واضحیه، اصلا چیز پیچیده ای نیست. چی کار بکنید عمیقا حالتون خوب خواهد شد؟ برای اینکه یه حس خوب و تجربه بکنید، چه کاری به شما حس خوب میده؟ ببینید نایده، من بعضی وقتا مثلا حتی تو محیط کارم هم که هستم چشمامو میبندم، خودم رو تصور میکنم تو جمع دوستای دبیرستانم مثلا، که مثلا خدمت دوستیمون مال خیلی سال پیشه و مثلا شاید اگر کنارشون باشم حالم خیلی بهتر بشه، یا مثلا سفر اگه برم خیلی حالم بهتر بشه. این دوستان دبیرستان در دسترسن؟ بله. خب چرا نمیری ببینیشون؟ نمیدونم، همیشه توجیه اینو دارم که وقت ندارم، حالا باشه هفته بعد، هفته بعد این مدلی هم. واسه همه چی آقای دکتر وقت داریم توی زندگیمون، یعنی انگاری که ما زندگی میکنیم که یه سری از امورات رو پیش ببریم، فارغ از این که من و حال من مهمترین امریه که من اگر بخوام بهش بپردازم باید بهش بپردازم. بله بله.
آخرین باری که دوستاتون رو دیدین کی بوده؟ خیلی وقت پیش بوده فکر میکنم. خیلی وقت پیش یعنی چقدر پیش؟ شاید حدود یک سال پیش. خیلی جالبه. شما میگی من در محیط کارم استرسام که میره بالا، برای اینکه خودم رو آروم کنم چشمامو میبندم، خودم رو در جمع دوستام تصور میکنم. چه دوستای خوبی داری واقعا، خوش به حالتون. همه آدم ها اینقدر دوستای خوبی ندارن، همه دوستا اینقدر حس خوب با آدم نمیدن. اما نکته جالب اینه که به شما میگم که دوستاتو چند وقت پیش دیدی، میگی یک سال پیش. عجیب نیمه نظر شما؟ چرا، خیلی الانم که گفتم برای خودم هم خیلی عجیب بود. دوست داری یه قراری بذاری و دوستاتو ببینی؟ خیلی الان که صحبت کرد، یعنی صحبتش شد، خیلی خیلی احساسم که واقعا نیازم که خیلی دوست ببینم. من اگه جای شما باشم حتما دوستامو میبینم، اگر جای شما باشم دوستامو زود به زود میبینم، اگه جای شما باشم برای دیدن دوستام برنامه ریزی میکنم و یه وقتی رو خالی میکنم که دوستامو ببینم به طور منظم، و اگر باز دوباره جای شما باشم حتما یه لیستی از کارهایی که حال من رو خوب میکنه مینویسم و اون کارها رو توی زندگی خودم جا میدم، و الا فشار و استرس و دغدغه های روزانه زندگی ما مثل یه سیلی حال خوب ما رو با خودش میبره. خیلی خوشحال شدیم صدای شما رو شنیدیم. منم همین تلفنی که باهاتون صحبت کردم کلی حالمو بهتر کرد. ممنونم ازتون. ممنون از همراهی شما. خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون. سلامت باشید. اذان صبح شده بود. از بلندگوهای مسجد صدای اذان می آمد، اما انگار صدا را طوری کم کرده بودند که فقط اگر کسی بیدار بود می توانست حاله اذان را بشنود. من که از دیشب بی خوابی به سرم زده بود، سوسوی صدا را می شنیدم و به رسم 27-8 سال گذشته به محض شنیدن این صدا یاد عمه بزرگ افتادم. عمه بزرگ عمه مادرم بود. آنقدر عمر کرده بود که در دورترین خاطره ها هم او را پیر و شکسته می دیدم. همسرش حاج غفور در جوانی از سر چوب بست گچکاری افتاد و بعد از چند سال علیلی و زمینگیری مرده بود. از آن به بعد عمه بزرگ سه پسر و دو دخترش را دست تنها از آب و گل درآورده بود. بچه ها هم الحق قدرش را می دانستند و مثل پروانه دور و برش می چرخیدند. ماهای آخر عمر عمه بزرگ که به بستر بیماری افتاده بود، مادرم بیشتر از قبل به او سر می زد. گاهی عصرها دست من نوجوان را می گرفت و به خانه او می برد تا حال و احوالش را بپرسیم و پای حرفها و خاطره هایش بنشینیم. عمه بزرگ کلی قصه از بر بود، شیرین هم تعریف می کرد، آنقدر که دوست داشتی ساعتها پای حرفهایش بنشینی و دل بدهی به تک تک حکایتها و مثلهایی که از گوشه و کنار ذهنش می جست. یکی از همان روزها، یعنی همان روزهایی که عمه بزرگ دیگر نای تکان خوردن نداشت و همه به ایما و اشاره به هم می گفتند که دیگر از این بیماری بری نخواهد شد، وسط حرفها و کلامهایی که از پس کلام می آمدند لحظاتی سکوت برپا شد. درست همان موقع از تلویزیونی که گوشه اتاق بی هوا روشن بود صدای گفتگوی دو نفر آمد. اولی گفت گمونم از مرگ می ترسی مگه نه؟ و دومی با کمی تأمل جواب داد راستش از خود مرگ که نه، از چند دقیقه آخر قبل مرگ، از وقتی هنوز زنده ای اما دیگه مطمئن شدی داری می میری، از اون موقع می ترسم. و همین دیالوگ سکوت را سنگین تر کرد. عمه بزرگ خیره شد به نقطه یا ناگهان بغضش ترکید. همه میخکوب شده بودیم. چه شده بود که وسط حرف تو حرف چند دقیقه قبل یک بار به این لحظه رسیده بودیم؟ چه شده بود که عمه بزرگی که همیشه به خنده ها و قصه ها میشناختیمش حالا دارد مثل بچه ها گریه و بیقراره میکند؟
مادرم دست پاچه شده بود، مدام از عمه بزرگ سوال میپرسید. ترسیده بود که نکند یک دفعه دردی آرز شده و عمه از آن ناله میکند. اما عمه بزرگ وسط گریه دست و سرش را طوری تکان داد که بگوید نگران نباش، چیزی نیست. لحظات طوفانی آرام آرام طی شد و حقهقهای عمه کم کم فروکش کرد. چشمانش اما سرخ بود و گونه هایش هنوز رد اشک را به خود داشت. نفسش که جا آمد آرام گفت خوف دارم از دم مرگ. این از آن حرف هایی بود که هیچ جوابی برایش نیست. چطور می شود کسی را که خودش را در چند قدمی مرگ می بیند آرام کرد؟ خودم به پی حرفش را گرفت. از خود مرگ نمی ترسم، بالاخره هر کی اومده باید بره. از دم مرگ می ترسم. خوف دارم چجوری تموم می کنم. یه عمر دعا کردم عاقبت به خیر بشم، اما نکنه دم مرگ. و دوباره اشک ها امانش را برید و حرفش نیمه کار ماند. مادرم که حالا حرف دل عمه را فهمیده بود زبان گرفت که عمه جان چیه این حرفا؟ شما جوری زندگی کردی که همیشه سر شما قسم می‌خوردن ایشالله سعی و سلامت باشی و بعد 120 سال حتما عاقبت به خیر از دنیا میری. حرفای مادرم که تمام شد عمه بزرگ کمی مکس کرد، انگار تصمیم گرفته بود گریه و عشق را کنار بگذارد. به خودش که مسلط شد شروع کرد به قصه تعریف کردن، مثل همیشه به زبانی شیرین. گفت عاقبت به خیری به این حرفا نیست دخترم. میگن توی یه شهری مؤذن مسجد که مرد اذان رو سپردن به برادرش. وقتی اون مرد به برادر کوچیکترشون گفتن بیا اذان بگو، اما هرچی اصرار کردن قبول نکرد. آخر پرسیدن چرا قبول نمی کنی؟ اونم وقتی اصرار مردم رو دید گفت مناره این مسجد دو تا برادر من رو بی ایمان از دنیا برد. وقتی داشتن می مردن بالای سرشون بودم، هرچی خواستم قرآن بخونم براشون قبول نمی کردن. تا اینکه یه بار خواب برادر بزرگ رو دیدم انگار که داشت عذاب می شد. پرسیدم چرا اینجوری شد؟ گفت وقتی بالای مناره می رفتم وسط اذان چشمم به خونه مردم بود. عمه بزرگ به نشانه عبرت سری تکان داد و گفت راست یا دروغشو نمی دونم، کدوم برادری میاد آبروی برادرشو ببره؟ ولی هرچی باشه خوف دارم از دم مرگ. خوف دارم از اینکه یه عمر بدو بدو بکنی اما دم مرگ یه بار همه چیز برعکس شه. خوف دارم. بالاخره دم مرگ عمه بزرگ فرا رسید. نصف شب بود. دختر عمه زنگ زد به مادرم که حال عمه بد شده. بد که بود، بدتر شده. همه گی رفتیم آنجا. تا رسیدیم سکوت بود و سکوت. عمه توی اتاق به بستر افتاده بود و دو سه تا زن دور تا دور اتاق نشسته بودند و قرآن و دعا می خواندن. گهگاه پچ پچ و زمزمه هم می شد، اما انگار همه تعهد داشتند که اتاق را ساکت نگه دارند. عمه گاهی به هوش می آمد و با رنگ پریده و صدای بیرمق چیزی می گفت. دخترش گوشش را دم دهان می برد تا حرفش را بفهمد. چند ساعت به همین ترتیب گذشت. بار آخر عمه که به هوش آمد به زحمت دستش را بالا آورد و دست دخترش را گرفت طوری که بخواهد از بستر بلند شود و بنشیند. به هر زحمتی که بود نشست. تبسم کمرنگی به لبش آمد. سرش را دور تا دور اتاق چرخاند و همه را نگاه کرد. بعد دوباره دراز کشید، چشمهایش را بست و چند بار نفس کشید، طوری که انگار داشت گل خوشبویی را بو می کرد. آرام آرام نفسهایش از تک و تا افتادند و ساکن شدند. همان هنگام صدای اذان صبح آمد. اشک حاضران آرام آرام جاری شد. عمه بزرگ دیگر مرده بود. پس مهمه آقای دکتر که در طول روز برنامه ریزی بکنیم آمدانه، برای اینکه با وجود همه فشارها
و چیزایی که بهمون استرس میده، اما یه نقطه هایی برای حال خوبمون بتونیم پیدا بکنیم. دقیقاً. و حرف من اینه که شاید من هر روز هم کاری نکنم برای حال خوبم، برای اون تجربه احساسات مثبتم، اما واقعا یه هفته که میگذره من نگاه کنم ببینم این هفته که گذشت من چقدر وقت گذاشتم برای حال خودم، برای حال خوب خودم. و این وقت لازم نیست من آپولو هوا کنم، لازم نیست برم کره ماه. امکان داره دیدن یه دوستی باشه، امکان داره نیم ساعت پیاده روی توی فضای باشه که دوستش دارم، امکان داره خوندن یه کتابی باشه که براش ارزش قائلم و لذت میبرم برای اون خوندن اون کتابه. یه کارهایی که حال من رو خوب میکنه، من احساس خوبی تجربه میکنم. همه ما باید آمدانه این وقت رو باز کنیم و در کنار تمام وظایفی که داریم، در کنار تمام کاری که باید انجام بدیم، در کنار این زندگی مدرن هلهلی با عجله‌ای که داریم توش حرکت میکنیم، این تایم رو بذاریم و یکم به حال خوب خودمون برسیم. بسیار بسیار مهمه. یه نکته بگم، من در مورد احساسات مثبت صحبت کردم. منظور من این نیستش که مثلا شاید حالا یه نفر برداشت کنه که خب حالا مثلا ما میریم مواد مخدر استفاده میکنیم خیلی حال خوبی رو تجربه میکنیم. حال خوبی که اصیل باشه، حال خوبی که بعداً پیامدهای منفی نداشته باشه، یا حال خوب واقعی، نه یک حال خوب ناشی از مخدر، نه یک حال خوبی که یه نوع مواجهه ناسالم با مشکلات. من اونو در موردش کاری ندارم. حرفی که من میخوام بزنم اینه که ما لازمه توی زندگیمون یه وقتی بذاریم، تو هفتمون نگاه کنیم ببینیم من برای حال خوب خودم چه میکنم. یه موقعهایی وقت گذاشتن شما با خانوادت بری بیرون مثلا یک قدمی بزنی، اون میشه اون کاری که حال شما رو خوب میکنه. یه موقعهایی نه، برای شما این نیست، بری بیرون همش باید مواظب بچه‌ها باشی، بچه‌ها کوچیکن، آ این نیفته، اون نمیدونم زمین نخوره، شاید یه جنس دیگه ای از کار باید باشه. لازمم نیست 5 ساعت باشه. بعضی موقع یک کار یه رو بس، یک کار نیم ساعت هست، بعضی موقع یه روز در میونه، بعضی موقع هفته ای 3-4 باره، ولی آمدانه من باید این فضا رو باز کنم. بسیار عالی. نکته دیگه ای مونده؟ من فکر میکنم حرفی که میخواستیم بزنیم این جلسه رو بزنیم. پس یه جمع‌بندی بکنیم، این که ما دنبال این نیستیم که واقع نگری نداشته باشیم. مشکلات هست، دنبال مثبت اندیشی افراطی هم نیستیم. هممون نیاز داریم برای حتی شاید بشه گفت برای حفظ بقامون، بقای روحمون، بقای سلامت روانمون، بقای سلامت روانمون نیاز داریم به این که یه سری کارهای کوچیک رو انجام بدیم به صورت مستمر، تا این بتونه اون انرژی بشه که به روح ما وارد بشه و مسیر رو بتونیم باهاش ادامه بدیم. دقیقاً. و من دوباره تکرار میکنم، صحبت از احساسات مثبت که میکنیم، منظور اون مثبت نگری سمی و کاریکاتوری نیست. یک مثبت نگری، یک احساسات مثبتیه که حال من رو خوب میکنه و من نیازش دارم و اصیله و واقعیه. این فرقش رو توضیح کوتاهی میدید؟ مثبت نگری سمی و اصیل. مثبت نگری سمی اینه که من مشکلاتم رو نبینم و انکار کنم، اینه که من بدون اینکه مواجه بشم با مشکلات زندگی و نقاط چالش برانگیز زندگی و دردهام، تمام توجهمو بدم به نقاط مثبت، اونجایی که دردم دارم انکار کنم، بگم درد ندارم، همه چی خوبه، همه چی خیلی عالیه، من خیلی خوشحالم. امکان داره ما توی زندگی یه جای خیلی خوشحال باشیم، ولی قطعا زندگی جنسش طوریه که یه جای خوشحالم یه جایی اونقدر خوشحال نیستم. من ولی لازمه در این حال یک فعالیت آمدانه داشته باشم برای اینکه یه وقتی رو بذارم و یه فعالیتایی بکنم که به من حس خوب واقعی و اصیل میده. خیلی متشکرم آقای دکتر از توضیحاتتون. مریم شاهی عزیز، از تو بشنویم. باز هم بسیار استفاده کردیم. ممنون آقای دکتر. ممنون فاطمه جان. ما همچنان مشتاق پیام‌های شما هستیم. ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. موضوع برنامه بعدی حتما گذاشته میشه. برای ما بنویسید، نظراتتون رو بفرستید. سامانه پیامکی فراموش نشه. ممنون از این که در این عصر شیرین ما رو انتخاب کردید. آیه دکتر، من یه جمله به ذهنم رسید که گفتم با شما به اشتراک بذارم. ممکنه که آقای دکتر یه وقتم برسیم به اینجایی که برای این حال خوبه اصلا انرژی نداشته باشیم،
یعنی شما میگی که الان ممکنه بعضی از عزیزان ما بگن که دلتون خوشه برم مثلا چی کار بکنم، اصلا من حوصله کاری کردن مگه دارم؟ ببینید، اولا این که من چی کار بکنم یه سوال شخصیه، یعنی برای مثلا من امکان داره دیدن یک دوست خیلی انرژی بخش باشه و خیلی حال دل من رو خوب کنه، برای آدم دیگه امکان داره مثلا این که بره 45 دقیقه تو باشگاه ورزش کنه حالش رو انقدر خوب کنه. پس ما با هم متفاوتیم. سوال نکته اول. نکته دوم، من نمیدونم چی حال من رو خوب میکنه. احتمالا میدونی، اگرم واقعا نمیدونی برو پیداش کن. یعنی این که من بگم که من نمیدونم، دیدید مثلا بچه کوچیکا بهشون میگیم که گشنته، میگه آره گشنته، بعد میگه مثلا چه غذا چی بیارم، میگه من نمیدونم، بعد میگم اینو بیارم، نه نمیخوام اینو بیاری، نه نمیخوام. خب این که من پیدا کنم که چی حال منو خوب میکنه یه قسمت زیادیش دست منه، چون منم که میفهمم چی حال منو خوب میکنه. اگه واقعا نمیدونی میخورده امتحان کنی. خب بعضی موقع توی روابط حال ما بهتر میشه، بعضی موقع توی فعالیت حال ما بهتر میشه، بعضی موقع توی فعالیت ورزشی حال ما بهتر میشه. ما در مورد رشد کردن، در مورد دستاورد، در مورد مشغولیت مثبت، در مورد اینا حرف زدیم هفته های پیش. همه اینها میتونه تو دلش کاری باشه که حال منو خوب میکنه. بعضی موقع این که من برم پدر و مادرم رو ببینم حال منو خوب میکنه. بعضی موقع دیدن یه کتاب حال منو خوب میکنه. بعضی موقع یاد گرفتن یه چیز جدید حال منو خوب میکنه. همه اینها میتونه حال منو خوب کنه. خب پس منم که باید بگردم پیدا کنم چی حال منو خوب میکنه. یه موقعی اگه هست که من اینجوری هم که آقا من کلن حوصله ندارم هیچ کاری بکنم و اصلا با من در مورد این که چی حال منو خوب میکنه صحبت نکن چون من حالم خیلی بده، من اینجا یکم نگران میشه. یعنی یا تو نیاموختی که چی حالتو خوب میکنه، پیداش نکردی که باید پیداش کنی، یا انگار اوضاع انقدر خراب شده که تو اصلا دیگه الان حال و حوصله این رو نداری که بگردی چی حالتو رو خوب میکنه. و یه نکته مهمی که هست خانم متولیان، ما آدما معمولا توی زندگی روزانه اگه قرار بشه حالمون بد شه، آروم آروم و پله پله حالمون بد میشه. درسته که بعضی موقع تو زندگی اتفاقی میفته، ما یه سوگی و آنن تجربه میکنیم حالمون یهو بد میشه، یه ترامایی رو تجربه میکنیم حالمون خیلی بد میشه، کاری من به اون ندارم، ولی در زندگی روزانه حال من آروم آروم بد میشه. یکی از کارهای خیلی مهمی که به ما کمک میکنه اینه که من حواسم به حال خودم باشه. بعضی موقع آدما میان میگن وای 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 حال من خیلی بده، الان حالت خیلی بده، دو ماه پیش حالت انقدر بد نبود، دو ماه پیش کجا بودی چیکار میکردی، حواسم نبود که حالم داره بد میشه. پس این شیب آرومی که حال ما بد میشه، حواسمون اگه به این شیبه باشه لازم نیست بریم تای دره بعد بفهمم قدم تای قدم دره. حواسمون رو بدیم به حال خودمون و براش اقدام انجام بدیم انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون و بشنویم از مریم شاهی عزیز. بسیار استفاده کردیم، ممنون آقای دکتر، ممنون فاطمه جان. همچنان مشتاق پیام‌های شما هستیم، ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. موضوع برنامه بعدی در فضای مجازی گذاشته میشه، خیلی دوست داریم نظراتتون رو بشنویم. بنویسید برای ما، سامانه پیامکی فراموش نشه. ممنون از اینکه ما رو انتخاب کردید. بسیار خوب، متشکرم و ممنون از هدایت و راهبری شما. خواهش می‌کنم. شنبه ها از تربار خرید میکنیم، میوه و سبزیجات میاره، بعدم که بعضی وقتا هم که حالا فرص باشه از چیز میگیم محل میگیم. خب نونو که معمولا تازه میگیریم، زیاد به صورت همون مصرف وعده ای انجام میگیم. خب اون من مسلمان کیفیت و تازگیش مهمه، میوه و اینا هم که حالا قیمتش هم مهم هست، ولی خب بیشتر حالا کیفیتش مهمتره. ایشون بیشتر کیفیت و قیمت رو زیاد نگاه نمی‌کنه، ولی من اول قیمت رو نمی‌کنم. راستش یه موقعی فکر می‌کنم شاید به خاطر بچه‌ها باشه، خودم باشم اسراف ندارم،
ولی مثلا یه غذایی درست میکنم میارم، پرتمون خیلی زیاده، اینجوری احساس میکنم تا جایی که بتونم اگه غذا رو بتونم مثلا نگهداری کنم، فریز کنم که این کارو انجام میدم. ولی گاهی اوقات میبینین دست خورده و ایناست، و مثلا برنجا که حالا بسته‌بندی میکنم یه جوری به دست پرنده ها میرسونم، یه جایی که پرنده باشه. یه موقع میبینی یه غذایی مونده، حالا من میگم پرت دارم چون بچه هم غذایی مثلا ولی یه اخلاقی که داره مثلا زینب و فاطمه باز میخوره غذایی که مثلا شب مثلا من ماکارونی درست کرده باشم شب، فردا نهار داغ کنم اصلا نمیخورم، یا برنج یا هیچ، مثلا اکثرا غذا باید تازه باشه تا بخورم. اگه ببینم غذای دست نخورده باشه یه موقعی حالا تو این ظرفای یه بار مصرف میذارم، حالا جایی میذارم که حالا شاید اگه کسی بخواد استفاده کنه. الان که خب ماشین زبطی اومده یه ذره کمتره، ولی خب خیلی اوقات شده که حالا بیشتر از لحاظ تربیتی میگن خودتون اول تربیت کنین، بچه هم تربیت شد. خیلی اوقات شده که مثلا ایشون احساس کرده بچه ها الان به من کمک نمی کنن، دیدم با اینکه خیلی خسته بود و رسیده به جلوی نمادین همه رو جمع کرده و برده حتی شسته. نه یه موقع اگه مثلا من دو سه روز نباشم، یه موقع پیش میاد میرم جایی مثلا دو تا دختر خیلی دوستن کنار پدرشون باشن، مثلا به من میگن برو، وقتی میرم میام خونه باور کنین مثل خونه عروس میشه. زبان من نه ایشون تفکیک میکنه، خشک و ترش و خیلی هم حساسیت داره، مادرش نه خودش بیشتر حساسیت داره تو این قضیه. و معمولا یا حالا سرایدار میاد میبره یا نباشه خودم میبره. برای خریدن لباس اکثر خب قبلا که یه ذره مشغله همسرم کمتر بود، کلا خانوادگی میرفتیم، یعنی یه جوری بود به عنوان تفریح میرفتیم بیرون خرید. ولی خب الان یه ذره مشغله ها زیاد شده، اکثر اوقات من خودم مجبورم تنها برم، یا یعنی اینکه مثلا من با زینب میرم دوتایی خرید کنیم بیان، یا میگم بیشتر تکی شده. برند و اینا زیاد نمیتونم بگم حالا اصلا مهم نیست، به هر حال هم میکشونه، ولی نه بیشتر طرحش و بیشتر جنس برام مهمه. یه موقع ممکنه یه لباسی رو خیلی گرون قیمت بخرم، ولی خب به همون میزانم ازش استفاده رو میکنم. کلن حالا شاید حالت بقیه بپرسید من گرون قیمت میخرم، ولی استفادهش رو انجام میدم، یعنی اینجوری نیستش که بخرم کنار باشه. میگم ما معمولا سفر حالا انجام میدیم، پیکنیک و گردش هایی حالا اطلاف مثلا محل زندگیمون، ولی خب معمولا تو تعطیلات که چند روز پشت سر هم تعطیل نمیریم معمولا، تا حالا نشده بریم، حالا مگه اینکه مجبور بودیم مثلا بریم. رفته بودیم آبشار، باشن تو پوست هندونه داشتیم، بابام یه کیسه داشت، بعد برداشتیم رو انداختیم رو کیسه، بعد داشتیم راه میرفتیم که کم کم بابامو یکی از فامیلامون داشتن زباله ها رو جمع کردن رو زمین بچه. معمولا مصرف در حد اینکه شاید توی سفر توی مسیر جایی نباشه که حالا بخوایم شاید مثلا لیوانو باید شسته بشه دیگه دوباره استفاده، اینجور موقع ها، وگرنه در جایی که امکانش داشته باشه نه اصلا یک بار مصرف استفاده نمیکنه. ما مصرف برقمون چون خونمون یه مقدار حالا آفتاب خوره علاوه بر روشنایی زیاد، حالا تا مجبور نشیم روشن نمیکنه، یعنی مجبور نشیم که تا غروب معمولا چیزه روشنایی داره، تاریک نشه ما منزلمون نیازی به روشنایی نداره. برای ظرفشویی و لباسشویی هم معمولا خانم 12 شب به بعد روشن میکنن، ولی خب تو خونه اگه نوری داشته باشیم بیشتر از آباجوری چیزی استفاده میکنیم که نور پخش بشه تو خونه. یه موقع بچه ها میرن تو همون بازی میکنن و یه دل میگه که اجازه بده اینا بازیشون رو بکنن، حس بازیشون، ولی خب از آباجوان مصرف آب هم هست، ولی خب همیشه سعی میکنن یه حالت به قول معروف چی میگن وان کوچیکی داریم، تو اون پرش میکنم که نیاز نباشه دوباره اونو پر کنه، ولی خب همون هم باز آبو داره دیگه.
رسیدگی روزانه به یه گل، نوشتن خاطرات روزمره، یاد گرفتن مستمر یه مهارت کوچولو اما دلچسب، فکر کردن به سرمایه‌های معنوی که دم دستمون داریم اما غالباً از اونا غفلت می‌کنیم و چیزایی مثل اینا میتونه بهمون کمک کنه در لحظاتی که احساس می‌کنیم زندگیمون بی‌معنا شده، یه رگه‌هایی از معنا توی زندگیمون پیدا کنیم و از دست افکار منفی خلاص بشیم. خیلی عزیزید، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.